کشتی مرا چه بیم داری، طوفان ز تو و کرانه از توست. صدایی که طوفان به کشتی وزارت فرهنگ ایران زده. مست است و شراب خانه از توست. تکخانی نوشین تافی، خواننده ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، به نظر می‌رسد بخشی از تمرین برای آلبومی باشد که هفته پیش منتشر شد با مجوز وزارت ارشاد. اما در آلبوم اصلی همین شعر به صورت همخوانی اجرا می‌شود، همراه با صدای محسن کرامتی. وزیر ارشاد هم میگوید به تکخانی مجوز نداده و آلبوم تو را ای که هم بوم و بر دوست دارم همخوانی است، ولی این توضیح موج انتقاد مراجع تقلید و محافظه‌کاران را متوقف نکرده. رسانه‌های ایران پر از خبرهای اعتراض شخصیت‌های مذهبی شده، اعتراضی که به تکخانی خلاصه نمی‌شود و هر گونه آوازخوانی زنان را در بر می‌گیرد. در آخرین مورد محمد یزدی رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفته تکخانی زن بدون تردید حرام است. همه مراجع هم مخالف هستند. حتی همخوانی هایی که در بینش تکخانی زن باشد هم حرام است. ترویج موسیقی اصولاً حرام است. او همچنین در حمله کم سابقه به آقای جنتی گفته آقای وزیر، مراقب باشید رانت پدرتان را از بین نبرید. اگر از رانت پدرتان به وزارت رسیده اید، مراقب باشید به وظیفه خودتان عمل کنید. این بخشی از اجرای گروه ما هست در لندن با خوانندگی مهدی محمدخانی. ایران تنها کشوری است که تکخانی زنان را ممنوع کرده و این صدای زنان را منحصر به مراسم خصوصی و اجراهای خارج از کشور کرده، محدودیتی که بعد از 35 سال هنوز کمرنگ نشده. من فکر کنم اگر شرایط خانم ها در ایران از همه نظر مثل آقایون بشه، این هم جزء اون شرایطه. یعنی واقعا شرایط یکسان نیست هیچ. یعنی خانم ها واقعا تحت فشارن، نه در موسیقی فقط، در همه چیز. این شرایط اگر یکسان هر وقت شد، این هم ممکن اتفاق بیفته و من فکر میکنم هیچ وقت اتفاق نمیفته. زنان اما همچنان امیدوارند. این صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران است و کمپینی که با هشتگ صدای من حق من در فیسبوک به راه افتاده. اعتراض به ممنوعیت صدای زنان با فرستادن تصاویری از خود در حال آواز خواندن. زنان در ایران اجازه تحصیل در رشته موسیقی را دارند، ولی برای بیشتر آنها فارغ التحصیلی پایان راه است و سهمشان از موسیقی ایران خاموشی و گمنامی است. باران عباسی، BBC.